باز هم خوشم این های عزیز خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار دارم بینهای عزیز به نظر شما چهار جوان ما از افغانستان فرار میکنن انگیزه ها و هدف اساسی از بیرون رفتن از کشور چیست آیا بیرون رفتن از کشور و فرار و مهاجرت و پناهندگی به کشورهای دیگر راه حل هست روی این موضوع بیشتر صحبت خواهد کردیم با استاد محترم ابوبکر مدقق معاون نهاد جوان مسلمان افغانستان خوشم سلامت باشین به خیر باشین بسیار تشکر استاد در کل میشه بگوین در اول که واقعا چرا جوان از کشور فرار میکنن سلامت و خیر باشین ما از شما تشکر میکنیم سلامت از همکارا شما که به خاطر گرداندن این برنامه مبارک تلاش میکنن زحمت میکشن خدا به شما اجر جزیل نصیب بکنه خیلی در رابطه به اینکه چرا جوان از کشور فرار میکنن بله علت ها و انگیزه هایی داره که جوانان هیچ گونه دلگرمی نسبت به کشور ندارن به سببی از او میخوان که کشور را ترک بکنن و جای امتری برن بله. انسان طبیعتا راحت خواست انسان طبیعتا میخواه که زندگی مرفع داشته باشه و زندگی خوب داشته باشه جوانای ما در این کشور بسیار با مشقت زندگی میکنن عوامل وجود داره که اونها را مجبور ساختن از کشور بیرون بروند و از کشور فرار بکنن خب این عوامل چی است از بزرگترین عواملی که در کشور ما موجود هست این که نام نیست در این کشور هیچ کس امنیت جسمی نداره امنیت روحی و اینا جایش باشه هیچ کس حس نمیکنه که من از یک ولایت به ولایت دیگر از یک محل به محل دیگر سفر بکنم ذهن شادرام باشه روح شادرام باشه که من راحت سفر میکنم راحت دوباره برمیگردم بله فقر از جمله دومین عامل است که در این کشور زمینه کار مساعد نیست جوان ها باید زندگی بکنن و به خاطر زندگی کردن منابع مالی باید داشته باشن ندارن به ای کشور مساعد نیست و به او خاطر بعد به کشورهای دیگری برانن که منابع مالی مناسب به دستشان قرار بگیره و توسط از او که زندگی خود را تامین ببخشند این کشور وجود نداره بیکاری هست و او هم سبب ای شده که هم جنگ باشه در کشور و هم تعدادی که میخوان جنگ نباشه فرار بکنن و از کشور بروند عوامل زیادی دیگری هم وجود داره که جوانان مجبور میشن از کشور فرار, فرار بکنن بروند بر جایی که خودشان حس میکنن راحت هستند حالا اینکه چقدر بر از اونها تاثیر مثبت داره یا منفی داره و تحلیل های است که نسبت به خودشان هست برداشت ها هستند که خوب بسیار شما نقطه بسیار خوب را اشاره کردین واقعا کسایی که خاصا جوان ها قش جوان که از افغانستان فرا میکنن اگر به ترکیه و اروپا امریکا جیک برن شما این دی از چی چگونه ارزیابی میکنین جوان ها در مرحله اول که تصمیم بر ای میگیرن که از کشور باید بروند بیرون و در یک جای دیگه زندگی بکنن که راحت تر باشن آرام تر باشن در مرحله اول فکر میشه که تصمیم خوب گرفتن ده. تصمیم بهتر گرفتن هیچ عاقلی نمیخواد که در مشقت زندگی بکنه به فقر و تنگ دستی و بدبختی زندگی بکنه در جنگ زندگی بکنه هیچ کس نمیخواد اما در مرحله های بعدی وقتی که تحلیل بکنیم دیده میشه که اونها در کشور سفر میکنن در کشور میرن که تابعیتش ندارن حمایت سیاسی و حمایت حقوقی و حمایت معنوی و کشور را ندارند بله. در کشور میرن زندگی میکنن که مثل مجرم فراری هستند بله. در کشور زندگی میکنن که حق سیاسی ازش گرفته شده بسیاری از حقوق دیگری تابعیتی ازش گرفته شده بله. و تقریبا اینها در یک حالت نیمه آزادی بله. یا در یک حالتی که خود را نیمه محروم میدانند از او حقوق و آزادی های اساسی که یک فرد در یک کشور داشته باشه او را خود را به او حالت میبینند در بعدها بعد دیده میشه که یک جوانی که 5 سال ده سال در کشورهای دیگه سفر کردن خوب راحتی بوده خوب آرامی بوده پس میاد به کشور میگن امی وضعیتی که در کشور ما است ما را قبول داریم بلید. ولی به امور راحتی که اونا میگن ما به او را قبول نداریم سواحی. و این دلیل برازی است که ما در کشورمان تا هنوز این روحیه رو ایجاد نکردیم که جوانای ما حس وطن دوستی و حس تعلق به کشور داشته باشند خب به خاطر اینا میرن در جای دیگه که آرامی پیدا بکنن آرامی برشان میآید ولی او آزادی های سیاسی و آزادی های طبیعتی و آزادی هایی که شخص شخص تابع در کشور میکنه. خود میداره داشته باشه در دیگه جا نداره بعد متوجه میشه که ما یک تصمیم اشتباهی گرفتیم تصمیم خوبی نگرفتیم بسم. البته یک تعداد هم هست که چیزا هیچ در نظر نمیگیرن امو مواردی که به او به عنوان حق سیاسی مطرح است و هیچ نادیده میگیرن و میگن که ما همین موارد را قبول دارم خود دوباره نمیخوام به فقر خود یعنی شکر مسیر باشه یک جان خوش جهان خوش این واقعا نصاتی که مثلا مثلا میگن که داخلش دل ما را و بیرونش دل شماره بانه. بانه. شما را است به نظر شما ساز شما واقعا نکات خیلی زیبایی را و مهم اساسی را اشاره کردین فکر میکنین که آیا رای حل این می فرار و مهاجرت بوده میتونه یا چیزی دیگر هم هست خب اول میشه رو بگوییم که خود فرار و مهاجرت در نفس خود به شکل موقتی اگر باشه شاید خوب باشه اما به شکل دائمی که یک شخص با از یک کشور و کشور دیگه سفر بکنه یعنی کتابیت خودش... چه بگیرن پاسپورت در, در کل. یک کمی مشکل داره حالا میگم چرا مشکل داره ما ایرا میگم که اگر در کشور شخص یا در منطقه شخص یا در محلی که زندگی میکنه وضعیت نابسامانی موجود پیش میآید که شخص زندگی در اونجا برش ناممکن میشه سخت میشه خب مجبور است که اون شخص به شکل موقتی جای خود را تبدیل بکنه تا وضعیت دوباره به حالت خود بر بگرده ما داریم همچون قضایا را هم مثل از که در زمان جهاد افغانستان مردم مهاجرت کردند، در زمان قبل از هم بودن کشورها همسایه ما را پناه دادن ولی موقت بود اونایی که رفتن دوباره به کشورشان برگشتن اما چیزی اصلی را که نکته اصلی را که ما میخوایم بگم اون است که جوانایی که از کشور میرن نباید به فکر ازی برون نباید به این به ایز ذهنیت برون که ما کشور را ترک میکنیم یک کشور به هر کسی که ماند و ماند صاحب کشور ما هستیم مالک کشور ما هستیم تابعیت کشور را داریم خب اگر ما که از دستمون چیزی ما و اگر رفته میتونیم به یک کشور دیگه و کشور دیگه اگر ما را میپذیره چرا ما انرژی خود به کشور خود مصرف نکنیم خب شما میگین که یه خوب است کسی مثل مؤسسه یا مثلا کدام کسی برای بخاطر خاطر تحصیل دکترا پی اچ دی یا محسلی پس بین نکته ای که میگم این که وقتی که یک کشور مهاجر میپذیره پیر را نمیپذیره واقعا. آدم ناکارآمد را نمیپذیره آدمی که مغزش از کار افتاده باشه نمیپذیره ما اگر جوان جوانهای خوب تحصیل کرده مبتکر و مفکر خود را بگیریم از کشور اینا خوب سفر بکنن مهاجرت بکنن به کشورهای دیگه برن خب افغانستان کی میمونه چهار تا آدمی کلوکوری میمونه که نسبت به کلای خود یکی دیگه خود زده میره خوی کشور آدمی نمیمونه که بعد این کشور مدیریت بکنه رهبری بکنه کشور را تصاحب بکنه صاحب شود نکته که من میخوام بگم این که ای رای حل نیست که جوانای کشور بند بگن که ما افغانستان را ترک میکنیم میریم جای دیگر زندگی آرام داریم زندگی مرفع داریم نه ما برای خود ای اجازه را بتیم که مهاجرت بکنیم به یک شرط موقتی باشه به خاطر دست آو... کسب دستاورد ها باشه به خاطر ازی باشه که ما بریم از اونجا چیزهای خوب بیاموزیم دوباره به کشور خود بیم کشور خود را آباد بکنیم در اونجا بریم تحصیل بکنیم در اونجا بریم تخصص بیاموزیم در اونجا بریم مهارت ها بیاموزیم در اونجا بریم جامعه را بشناسیم دنیا را بشناسیم بیم جامعه افغانستان را وفق بتیم با دنیا با همی کاروان تمدنی که در دنیا وجود داره افغانستان را پیش ببریم ولی قطعا درست نیست که یک جوان بخواد که کشور را ترک بکنه ما امید کشور دیگه نمیخوایم بران به کشور دیگری که اقي سياسي ندارم په اون ژوندې بېسار خوب او تاسو بسیار تشکر کوم نو قات زيباي لري شریک درين ميشه وګورئ استاذ مسؤوله کس دراسکه شو راسن کسایي کې مؤقتا مسؤوله خپله مسؤل فکر من دلي کشور او نو چه باید وکونئ باختري چې جوانان دلسر نشو پص بین وطن خو جوړ وکونئ اخري وطن باید از کی باشه کي غمزي وطن میخورئ در قدم اول خو مسؤليت اصلي د کشور مديريتي کشور رهبريي کشور سوق دادنې کشور بر ميګرده به نهاد تصمیم گیر در این کشور بلد. او مرجعی که تصمیم گیری میکنه بعد تصمیم های درست بگیره پالیسی های درست بسازه پلان درست بسازه که از امین نیروی کار که اینا فرار نیرو هستن قدرت هستن مفهن. از این به شکل درستش در کشور استفاده بکنن اونا خیلی مسئولیت کلان دارن و این قضیه رو باید در نظر داشته باشن من مطمئن هستم که که از افغانستان وقتی که میرن مهاجرت میکنن در جای دیگه میرن خیلی آدم های باید هستن خیلی آدم های ذکی هستن خیلی آدم های توانمند کارگر و پر انرژی هستن اما در افغانستان ازش به عنوان یک وسیله جنگ کار گرفته میشه در افغانستان ازش وقتی که بیان در افغانستان بیکار میمونند در افغانستان خب این پلان ها و این های درست نیست که اونا مجبور میشن دوباره به سفر بکنن خب اونا خودشان از خوشی خودشان دیگه خب کشور خود ما آرام باشه در این زمینه تحصیل در زمینه کار ما چیکار میکنیم در کشور خارجی ما این بر اساس سیاست های غلط و بر اساس پالیسی ها و پلان های غلطی که در این کشور در حالت گردش هست ما مجبور میشیم که جوانای خود را از دست بدیم نمی تو جوانای خوب و جوانای ورزیده و جوانای تحصیل کرده خود را از دست بدیم آمارایی که در این اواخر نشان میده دیدم میشه که اف، افغانیا در ترکیه چقدر خانه می در کجا چقدر خانه می در کجا چقدر سفر کردند حتی آوازه برزی بود که گاه گاه میشه که در میدان هوایی کابل تکیت یک طرفه میشه چرا چون از دیگه طرف کس نیست که وارد افغانستان چه از افغانستان برآمده میرن برآمدن میرن برآمدن میرن خوبی خو سیاست های غلط است که در این کشور جریان داره نصف به خاطر فقر هست نصف به خاطر جنگ هست نصف به خاطر تعصبات هست نصف به خاطر یک بلا و مصیبت دیگری است که ما رو به دامن خود کشنده و به چنین حالت افتاد بسیار است. بس خوب استاد شما که ما نهاد جوان مسلمان افغانستان نجم حسین واقع نجم به خاطر دلگرمی و اینکه حس وطن دوستی در دل ازمی هم شهریان و هم کشور عزیز خود پرورش بده شما مثل کدام کنفرانس سیمینار ورکشاپ های آگاهی دهی داریم برای زنای خیر در قدم اول باید بگم که نجم یک کتلهی از جوانای جامعه است بله کل کشور نیست کل افغانستان نجم نیست نجم یک کتله از جوانای کشور هست که تعهد داره که به یک کشور باشه به یک کشور زندگی بکنه و یک کشور را بسازه ما این ادعای خود را هم بر اسناد تنظیمی خود داریم و هم بر فعالیت ها و برنامه هایی که در نجم داریم داریم ما در دورنمای نجم که تمامی برنامه های نجم به او درنما متصل هست به او وصل هست داریم میگیم که تربیت و تنظیم نسل جوان در روشنایی فهم درست در از اسلام طوری که سبب تغییر مثبت اجتماعی و پیشرفت ملی گردد این سبب تغییر مثبت اجتماعی و پیشرفت ملی به خاطر کشور افغانستان است نه به جایی دیگر ما اگر جوان ها را تنظیم میکنیم تنسیق میکنیم تربیتش میکنیم آموزش میدیم به خاطر از اینکه به کشور خدمت بکنن به کشور باشند. این ای که میگم چرا به خاطر از اینکه ما دای ملکات یک کشور داریم ما میگیم اف... از افغانستان هستیم و ای افغانستان خانه مشترک همه ای ماست ما سفر نمی کنیم مگر به تحصیل ما مهاجرت نمی کنیم. مگر به خاطر فهمیدن و کسب یک تخصص ما ب... ب... غیر از این خاطر که برویم توانمندی ها و ظروف و شرایط خود را بالا ببریم بخاطر ای که به خاطر از اینکه به کشور خدمت بکنیم و به کشور زحمت بکشید نجم برنامه های متعددی در خصوص داره ما برنامه های زیادی داریم که ما حتی تحت نوانی که جوان از کشور و بدی هایی که جوان از کشور فرار میکنن و عواقب خطرناکی جوان از کشور میرن و مهاجرت میکنن حتی تحت این مشخصا برنامه های داشتیم سپاس کانفرانس ها، سیمینار ها، مقال نویسی ها و بسا ها برنامه های دیگری در نجم موجود داره که ما به خاطر از این کردیم برنامه ریزی کردیم کلیت خوانه. دیدگاه نجم است که جوان ها باید به کشور تنظیم شوند تمسیخ شوند و خدمت به, به کشور خدمت سلامت باشین استاد بنون آخرین پیام پیام شما به جوان های افغانستان به کسایی که از این وطن عزیز ما فرار میکنن و پناهنده میشن پیام شما به اونا چی است پیام ما به جوانایی است که چون ما هم به حالت هستیم به همین کشور زندگی میکنیم و جهان ها زیاد سروکار داریم پیام میست که من جهان یک سوال میکنم که اگر میرن کجا میرن خب اگر میرن که در اونجا زندگی مرفع داشته باشن و نمیفهم زندگی خوب داشته باشن و اقتصاد بهتر داشته باشن اینها آخر چه کار میخوان بکنن ام. حق سیاسی که دارن حق مادر وطنی که کشور بگردنی از اونها دارن امی به کجاست ایره کی ادا میکنن این فرض کفایی نیست که ما بگوییم که یک شخص اگر ادا میکنه خیر از گردن از مسئولیت ما دور میشه درست پیامبر صلی الله علیه و سلام وقتی که از مکه به مهاجرت میکرد رو به طرف مکه کرد گفت نه مکه به خدا قسم مگر این قوم مر از تو دور نمیکرد هیچ وقت نمیخواستم که از تو دور شوم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلام تهدیدی به مرگ داشت بود بله. هر لحظه امکان برازی بود که با پیامبر صلی الله علیه و سلم دست و هنوز پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به طرف مکه میکنم و باز گردم و تو را دوست دارم با خاطر از, از اینکه تو جا جایی است که ما تولد شدیم بزرگ شدیم ما در افغانستان تولد شدیم از خوب از خوب از ارزاق از او استفاده کردیم و سلامت حق را داره که ما به او بسیار تشکر استاد ابو بکر مدقق موانع های جوان مسلمان افغانستان یا نجم جهان سپاس که به برنامه ما تشریف سلامت باشید و به نهای عزیز یک وقفه میگیریم و قبل از یک وقفه بگیریم بعد از وقفه ودان عزیز خاتم و بر شما را که چگونه می توانیم از پلاستیک یک نوع نوع نو فام کالا یک نوع مدسمه است چی از به شما خواهد ساخت وقفه میگیریم و, و دوباره برمیگردیم